جنگ پنجشیر تاریخ سیاسی را از نو رقم میزند. با نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: جنگ پنجشیر تاریخ سیاسی را از نو رقم میزند. بزرگترین اشتباه پاکستان و طالبان یورش و ارتکاب جنایات بشری در پنجشیر بود. حشری ها به نام مرتد و قبیله بنی قریزه شتابان بر پنجشیر سرازیر شدند و همکاری دستجات متحد پنجشیری خیش دلگرم بودند. مردم به درستی بسیج نشده بودند و از جماعت دزدان فرعونی پنجشیر سخت دلخور بودند. اما کشتار و تخریب اماکن در پنجشیر از سوی قطعات پیراهن و تنبان پوش پاکستان و نفرات حزب اسلامی، جمع گروه های مرتبط با قوم پهلوان احمد جان، ده ها هزار جوان کمربسته را به صف مقاومت ملی سوق خواهد داد تا توازن و گرانش به سوی برتری نظامی موجود سرنوشت طالب را تعیین می کند. اگر تا فصل زمستان در وضعیت جنگ پنجشیر چرخشی نیاید، با رسیدن سرما و برف، فاجعه و بلا به استقبال طالب و دستجات حمر کابش خواهد آمد. هرگاه تا آن معده پای مشترک طالب، پاکستان مجبور به عقب کشی از پنجشیر شود، رویاهای پاکستان دود خواهد شد. بحث عقب نشینی از پنجشیر، محورهای حول پنجشیر و حملاتشان بر مواضع طالبان آغاز می شود. آنگاه تاریخ جدید نوشته می شود. گرفته شده از گزارشنامه افغانستان رزاق مامون. در همین حال پاوربامی فقر سواد در افغانستان انترنشنل، گویندگان رسانه تصویری افغانستان انترنشنل محقق را محقق می گویند و می خوانند، در حالی که محقق گونه مفعولی و به معنای به دست آمده تحقیق شده برآورده شده است و در خبرهای رسانه ای نیز منظور بیشتری همین می باشد، نه محققین. محققین پژوهنده و تحقیقگر را گویند. همچنین محقق تخصص حاجی محمد، حاجی محمد محقق و اسم فعال است. حالا اگر گوینده در خبر بگوید آرزوهای مردم ما روزی محقق خواهد شد، و معنای این است که آرزوهای مردم ما روزی مانند حاجی محمد محقق خواهد شد و یا آرزوهای مردم ما روزی پژوهشگر خواهد شد. محقق و محقق از ریشه حق گرفته شدند و با تحقیق، تحقق، احقاق و استحقاق هم ریشند و برگویندگان رسانه هاست که دست کم چنین نکته ها را بدانند و آگاهی داشته باشند. گویندگان رسانه های درون کشوری بسیار مرتکب چنین نادرستی ها و نارسایی های گفتاری می شوند، اما گویندگان یک رسانه معتبر جهانی نباید مرتکب چنین اشتباهات پیش پا افتاده و ابتدایی گفتار شوند. شرم‌آورتر اینجاست که گزارشگران ایرانی این رسانه همواره نادرستی های گفتاری گویندگان افغانستان این رسانه را تصحیح می کنند. گویندگان افغانستان انترنشنال باید کمی بر صرف و نحو زبان عربی و دستور زبان پارسی و خوف داشته باشند. مسعود ملک باید مالک واژه ها باشد و آن صوفی نیز باید بر واژه ها و قاعده های زبانی کمی تصرف و تسلط داشته باشد. در همین حال خدمات فعالین حقوق بشر، خبرنگاران و چیز فهم های کشور، رامش شمال، مسعود حسینی عکاس، 270 تن از اقوامش را با پول گرفتن به هلند برد. سنجر سهیل به جای روزنامه نگاران 8 صبح اقوامش را خارج کرد. عبدالعزیز یورش رئیس لیسه عالی معرفت در بدل گرفتن پول افرادی خارج از معرفت را به خارج برد
و اعضای این لیست مانند سرمربی فوتبال زنان افغانستان نزدیک به 20 تن از دختران خویشاوندان خود را به پاکستان رساند. صابر عارفی مسئول رادیو و تلویزیون فردا بیش از 100 تن از افراد را که هیچ ارتباطی به دنیای روزنامه نگاری نداشتند با گرفتن پول و صدور کارت خبرنگاری به بیرون فرستاد. نهادهای قارچی فعال زنان نیز تعداد بیشماری از زنانی را که یک لحظه برای حقوق انسانی تلاش نکرده بودند در بدل پول خارج کردند. در همین حال چلبازی های طالبان. گزارشنامه افغانستان رزاق مومون در پوست دیگر. گزارش می رسد که وزارت فواید عامه سرک کمپانی الا میدان شهر و سرک سالنگ را به قرض تا گندم در روی سال آینده به شرکت های داخلی داده است. وزیر فواید عامه طالبان چلبازی عجیبی را انداخته. آنها گفتند که شرکت های ساختمانی به این معامله به این خاطر موافقه کردند که پول های پروژه های سابقشان بالای دولت باقی مانده و برای حصول پول های قبلی از روی مصلحت و مجبوریت کار ساختمان سرک کمپانی میدان و جاده سالنگ را تا فصل گندم دروی قبول کردند. گفته به خاطر این شرکت ها قبول نمودند که از پول های سابقشان بالای دولت مانده مجبور هستند تا پول خیش را بگیرند. ولی فتنه‌گری طالبان این است که برای نشر خبرهای فعالیت وزارتشان برای خبرگزاری های داخلی 5000 افغانی رشوه می دهند. در همین حال افغانستان و کابل بدون جنگ به ما تحویل داده شد. گزارشنامه افغانستان رزاق مومون در پست دیگر. برگه‌های از تاریخ افغانستان. قسمت 43 فرید یونس 9 اکتبر 2021. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر خواهیم گذاشت.